در ابتدای این ویژه برنامه تحلیلی گزارش زنده و مستقیم همکارم روزیتا ایران روس رو از تجمع ایرانیان در پایتخت آمریکا داریم. خانم روزیتا لطفاً بگو ببینم اونجا چه خبره و چه شعارهایی گفته میشه. به هر حال از تصاویر پیداست که جنبش زن زندگی آزادی در دومین سالگرد خودش زنده و پویا است. دقیقاً پیام در دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی یک بار دیگه ایرانیان منطقه اینجا دور هم جمع شدن و این رو هم اشاره بکنم یکی از شعارهایی که سر میدن مرگ بر جمهوری اسلامی هست، شعاری که هیچ بدون هیچ اعتقاد و عقیده دور از هر عقیده ای همه براش روی اون پافشاری میکنن و قرار بعد از اینجا به سمت وزارت خارجه آمریکا حرکت کنن و بعد هم کاخ سفید مقصد نهایی خواهد بود. در حال حاضر رعنا منصور از چهره‌های شناخته شده هنری هم در اینجا حضور داره. برای توضیحات بیشتر مهرداد تهرانچی از اعضای گروه NSG ایران همراه من هست تا از هدف و پیام این تجمع برامون بگه. سلام عرض میکنم. هدف این تجمع در واقع زنده نگه داشتن یاد و نام مهسا ژینا امینی و دیگر کشته شدگان این جنبش هست و نکته دیگه که وجود داره نشون دادن اتحاد ما مردم خارج از ایران با ایرانیان آزادی خواهی که داخل کشور وجود دارن و در رابطه با خب این هدفمون بود. اما برنامه‌ای که براش داریم اینه که نشون بدیم ما تحت هیچ شرایطی این اتحاد رو نمیذاریم از همون بگیرن و امید داریم به پیروزی و به این پیروزی قطعا میرسیم و با حفظ اتحاد و همبستگی که دو سال به وجود اومده بتونیم به این هدف مهم برسیم و این هدف اصلا دور نیست و قابل دستیابیه. خواهش میکنم. پیام الهه توکلیان از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401 یکی از شرکت کنندگان در اینجا بود که سخنرانی هم خواهد داشت که باش صحبت کردم در گزارش تکمیلی که فردا در بخش‌های خبری صدای آمریکا پخش میشه بینندگان خواهند دید.